سلام، وقت بخیر. امروز چهارشنبه 29 سپتامبر سال 2021 می باشد و شما شنونده خبرهای عاجل از افغانستان هستید. هزاران نفر در حمایت حقوق زنان افغان در ایتالیا تظاهرات کردند. هزاران نفر برای حمایت از حقوق زنان افغان در روم پایتخت ایتالیا و دیگر شهرهای ایتالیا تظاهرات کردند. آنها از جامعه جهانی خواستند که با فشارهای خود بر طالبان ادامه دهند تا به زنان اجازه حق آموزش و نقش فعال در جامعه را بدهند. این تظاهرات زیر شعاری آنها را تنها رها نکنیم راه اندازی شده بود. معترضان از وزارت خارجه ایتالیا و ملل متحد خواستند که به حقوق زنان در افغانستان به صورت دائم رسیدگی کنند. شب گذشته در پی درگیری میان طالبان تروریست و افراد مسلحی به گفته طالبان مزدور مثلا آدم روبایان بودند. هر دو نفر از آدم روبایان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور کشته شدند. در نتیجه این درگیری دو فرد ملکی نیز جان باختند. مزدوران طالب در حال حذف مخالفان خود به بهانه های مختلف هستند. والی طالبان در بدخشان به ماموران ترافیک و کارمندان دولت تحفه داد. منابع محلی بدخشان میگوید که ده ها تن از کارمندان ترافیک و مقام ولایت بدخشان از والی طالبان برای این ولایت مقداری پول نقد و به عنوان تحفه دریافت کردند. نخست وزیر آلبانی از جهان خواست افغانستان را تنها نگذارد. نخست وزیر آلبانی در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از جامعه بین المللی خواست که افغانستان را در این شرایط تنها نگذارد. ادراما نخست وزیر آلبانی تاکید کرد که این مسئولیت جامعه جهانی است تا دستاورد بی‌ساله را در افغانستان حفظ کند و اجازه ندهد این کشور بار دیگر به عقب برگردد. وی گفته است که همکنون افغانستان در چهارراه قرار گرفته و جهان باید از نابودی تمام دستاورد بی‌ساله را در افغانستان جلوگیری کند.